سلام و وقتتان بخیر. به یکی دیگر از برنامه های نیمه خاموش با میزبانی من شیبا پریسا ابراهیمی خوش آمدید. نقش زنان در رشد اقتصادی ملی کشورها و اقتصاد جهانی یک حقیقت انکار ناپذیر است. با باور آگاهان علم اقتصاد، بدون سهم زنان در فرآیند تولید و توسعه و خدمات، جهان امروز ممکن نیمه از دستاوردهای اقتصادی و توسعه خود را نمی داشت. پس باید قبول کرد که زنان سهم کلانی در رشد اقتصادی جهان معاصر دارد. اخیراً در کابل روز جهانی تشبث زنان تجلیل شد. بنابر آمار وزارت امور زنان، 1300 زن در افغانستان جواز تجارت اخذ کردند و زنان افغان نزدیک به 800 شرکت تجارتی را مدیریت می کنند. با وجود این آمار، چرا حضور زنان تجارت پیشه در کشور وجود نداره و کمتر دیده شده این آمار؟ بیشتر در این مورد بحث میکنیم در برنامه امشب نیمه خاموش با مهمانان من که در استودیو هستن. آقای شفیق عطایی، معاون پالیسی و تکنیکی اتاقهای تجارت، خانم زکیه جعفری تجارت پیشه، خانم مریم پوپل تجارت پیشه، و همچنان باید یادآور شم که خانم فضیله عزیزی از وزارت تجارت هم خراب بود که در این برنامه با ما باشه، بنابر مشکلاتی که برشان پیش آمد نتونستن که در برنامه حضور پیدا بکنن و پاسخهایی که مربوط به وزارت تجارت میشه با اونا جواب باشن. اجازه بدین که نخستین پرسش هم آقای عطایی از شما داشته باشیم. ببین، در مورد آمار هم صحبت بکنین. در نخست آماری که وزارت امور زنان منتشر کردن، آماری که اتاقای تجارت داره اثر میگذاره زنان چگونه است؟ به نام یاد خدا، با سلام بر شما و مهمانان شما در برنامه شما. و همچنان بیننده های محترم تلویزیون، قسمی که شما بیشتر گفتید نقش زنان، واقعا در تمام عرصه ها نقشی است که حیاتی و نقشی است که آدم نمیتونه او را نادیده بگیره. اتاق تجارت صنایع افغانستان به عنوان یک نهاد بزرگ و مدافع سکتور خصوصی در کل، از رسالت خود میدانه که تمام کسایی که در هر بخش و هر طیفی از فعالیت‌های تجارتی مصروف باشند را حمایت بکنند. و بدون شک سهم زنان را هیچ وقت ما نادیده نگرفتیم و اتاق تجارت صنایع افغانستان با توجه به پالیسی‌هایی که دارم در سر خط پالیسی‌ها در مقدمه نقش زنان را اساسی پنداشته و حمایت‌های لازم را نه تنها به قول یا گفتار همچنان عملی ساخته. مثلا مشخصا چه حمایتی ساخته؟ مثلا شما ببینید، در قسمت ما داریم عضویت ها را در اتاق تجارت صنایع افغانستان، از عضویت عادی شروع میشه تا وی آی پی. ما به زنا تخفیف دادیم، هرگاه زنا دادنهای تجارت پیشه بخواین عضویت اتاق را کمایی بکنن، اگر اونا عضویت عادی را اخذ بکنن، ما در مقابل عضویت عادی و خدماتی را که در عضویت نقره‌ای است از امتیاز از او بهره مند میشن و این بزرگترین در واقع خدمتی است که ما میتونیم برشان بکنیم. و عضویت نقره‌ای با توجه به مو حجم یا مبلغی که در قسمت حقش از طرف ساختار تعیین شده، خدماتی است که در سطح بسیار کلان و میتونه بسیار مفید و مؤثر واقع شود برای تجارت و سرمایه گذاری زنان، که شامل کنفرانس ها هست، تمام رویدادهای تجارتی که میتونه نقش بسیار مثمر داشته باشه و زنها باید اونجا شرکت بکنن و ما همیشه زمینه رو برشان فراهم کردیم. و همچنان شما خبر دارین فدراسیون زنان تجارت پیشه فعلا مقرش در اتاق تجارت، در مقر اتاق تجارت صنایع افغانستان رو برشان جای دادیم، یک کامپاوند، یک ساحه رو برشان گذاشتیم. شاید مهمان های شما آگاه باشن از این موضوع، عملا اونجا فعالیت میکنن، در حالی که شما خبر دارین فدراسیون ها در تمام دنیا هستن و فدراسیون ها میتونن بسیار فعالیت های چشمگیر و مهم را در قسمت زمانی که از فارتی صحبت میکنن. آقای عطایی، یکم بازتر صحبت بکنین این مسئله را. بسیاری از خانم ها هستن، خانم های تجارت پیشه، که شاکی هستن و میگن که اتاق تجارت آنچنانی که باید حمایت بکنه از زنان حمایت نمیکنن و در بسیاری موارد تبعیض آمیز برخورد میکنن. گفته میشه که مراحل کاری بسیار مشکل ایجاد میکنن برای خانم ها، یعنی دقیقا در بسیاری از موارد تبعیض آمیز است. حتی میگن یک فضای بسته مردانه است و سهم زنان بسیار در اتاق تجارت کمتر دیده میشه. این موضوع را نمیتونم تایید بکنم. موضوعی است که شاید از دیدگاه یک تعداد بسیار مشخص و انگشتمار از زنان تجارت پیشه مطرح شده باشه. اگر شما نگاه عمومی داشته باشین به تمام زنان تجارت پیشه، من مطمئن هستم اینا ایطور یک سنجوش و ارزیابی از اتاق تجارت صنایع افغانستان نداشته. ما همیشه دوش تمام اخشار
که در تجارت مصروف هستند امراشون بودیم و مخصوصا در قسمت زنا با توجه با مشکلات اجتماعی و با توجه با اون پیشینه ها و پیش زمینه هایی که یک مقدار آسیب پذیر ساخته نقش زنا در تمام بخش ها بیشتر، یعنی اگر تبعیض هم کردیم تبعیض مثبت بوده، یعنی ما در خیلی از مواقع مثلا در پالیسی هامون امتیازی را که برای زنها قائل شدیم به نوع زنها تبعیض مثبت است، ولی بعضی مثلا بیشتر ما در قسمت عضویت گفتم اگر اونا یک عضویت پایین‌تر را ما بگیرن ما یک عضویت بلندتر براش خدمات ارائه میکنیم، که حتی به خیلی از کسایی که اونا داوطلبانه حاضر هستن یعنی از اینهایی بسیار انگفتی اتاق را پرداخت بکنن ما نمیتونیم کارا بکنیم، اون مسئله شفافیت و عدالت و اینی مسائل و ارزش ها مطرح است، ولی با زنا با توجه به مسائلی که با موضوعاتی که پیشتر عرض کردم ما ارزش را قائل هستیم و احترام را و امتیاز را، مثلا ما فدراسیون زنا را یک قسمت از سایه اتاق در اختیارشان گذاشتیم، اونجا عملا فعالیتاشون جریان داره و این به هیچ عنوان بیانگری بوده نمیتونه که ما تبعیض در واقع در مقابل زنان چرا پیش داشته باشیم، یک چیزی است که از دید ما قطعا قابل رد و این نمیتونه ثابت شوه، ولی یک سری از مسائل هست که شما نگاه بکنید، دو مسائل نمایشگاه ها و کنفرانس ها که وقتی که ما اونا رو دعوت میکنیم اینجا بحثی دولت هم مطرح هست، اگر نمایشگاه رو ما برگزار میکنیم او حق زحمه ای که از نمایشگاه گرفته میشه او میانه ریاست نمایشگاه و اتاق و هزینه ایست که اتاق ضمنی خودش متقبل میشه، اتاق به عنوان یک نهاد غیر سیاسی غیر انتفاعی غیر دولتی نیاز داره تا جامعه سکتور خصوصی از حمایت مالی بکنه تا این سر پای ایستاد و کارهای تکنیکی و عملی انجام بده، ولی متاسفانه با توجه به این مسئله ما نداریم ظرفیت را، در اون طور جایا ما مجبورن ناگزیر هستیم که قاعده بالا همه یکسان تمام شوه و مصارف و مخارجی را که از بابت شرکتی از اونا در نمایشگاه و اینجا میرن متحمل میشن باید پرداخت بکنن. یک بحثی که برمیگرده به تجارت زنان بفرمایید. من میخوام اشاره بدم به قسمت کنکاری و بروکرات ساختن چیز پروسیجر، اصلا در کل اتاق زرسان افغانستان پروسیجرای نداره که خدای نکرده با این سرگردانی تجار شود در کل عموما، و به هیچ عنوان خود در افغانستان این موضوع به یک موضوع خیلی به نوعی انها ارزشمند تبدیل شده که به زنها بیشتر اهمیت قائل میشن، مخصوصا در مسائل کار و بار این مسائل بیشتر به دلیل احترام و حرمتی که به زن دارن و اینا، اما در اتاق زور اصلا افغانستان همین زمینه اصلا هموار نبوده که ما این را ببریم بالا یا پایین پروسیجر را به نوعی که یا زن یا مرد تجار متاثر شوند، به هیچ عنوان ما این کار را نمیتونیم بکنیم، پروسیجرهای بسیار شفاف بسیار سلیس بسیار ساده که اگر شما بخواید سرتیفیکت فروجان از اتاق بگیرین در نیم ساعت میگیرین، اگر میخواین عضویت بگیرین در 20 دقیقه میتونین بگیرین، یا اگر پیام شما به دولت رسانده شوه در ظرف یک روز یا کمتر از یک روز اجراءات صورت میگیره با توجه به زمینه های فاری و مشاغلی که مسئولیت هایی که در اتاق هست. سپاسگزارم از شما، دوباره برمیگردیم و پرسش های بعدی هم مطرح خواهد شد در این باره. خانم جعفری، پیش از اینکه در مورد اتاقای تجارت و همکاریشان صحبت بکنیم و برنامه از روز جهانی تشبس زنان تجارت پیش در افغانستان تجربه شد، روی این موضوع کم صحبت بکنین که همواره بسیار برنامه های کلان در افغانستان تجلیل میشه علال خصوص برای زنان، چه در محو خشونت هست و بخصوص مشخصا بحث تجارت که یک بحث مشکل و رقابتی در افغانستان برای زنان افغانستان است، چقدر میتونه این برنامه ها که تجلیل میشه دستاورد داشته، آیا مشخصا برای تجلیل مانده یا نه کارهای مفیدی هم برای زن تجارت پیش افغان صورت گرفته؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سوالی را که شما پرسان کردین بسیار سوال بجا، بسیار خوب. من این گپی را که برای شما میزنم از آدرس دفتر لید برای شما میزنم، البته نه از من حیث یک خانم تجارت پیشه، چرا که مشخصا شما از پروگرام پرسان کردین، پروگرام بزرگداشت یا همین روز جهانی زنان متشبث که تقریبا این روز که نامگذاری میشه در تاریخ 19 نوامبر هست که در اکثر کشورها این روز تجلیل میشه. البته دفتر لید یک دفتری هست که تقریبا از سال 2013 شروع به فعالیت کرده، در سال 2014 انتخابات دوم خود شروع کرد و ما در سال 2014 شامل از این پروگرام شدیم که آمدیم جزء برد دفتر لید. یک تعدادی از خانم‌ها آمدن گفتن این پروگرامایی که در سابق گرفته میشد این جوابگو نبوده، ما یک شیوه جدید را پیش گرفتیم به صورت دادخواهی و آموزش،
ما آمدیم یک دیتابیس در مرحله اول جور کردیم، دیتابیسی که تقریبا از وزارت تجارت، از آیسا که اون زمان همراه وزارت تجارت اقام نشده بود، از اتاقای تجارت، از وزارت زنان، از وزارت اقتصاد که خانمایی که کار میکنن یا وزارت کار و اجتماعی چه تعداد خانما هستن، ما همراه از اونا به تماس شدیم، پرسان کردیم که چقدر جواز کار دارن، چقدر ندارن و چقدرشان فعال هست، که خوشبختانه تقریبا 565 یا بالاتر یا کمتر از اون، من براتون دقیق آمارش فکر میکنم که 561 خانم شرکت هست که کار میکنه و جواز داره. اینا ما زمانی که برشان زنگ زدیم فعالیت های از اینا بسیار کم بود، تقریبا انگیزه فعالیت از دست داده بودن، یعنی در مرحله اوت نبودن، در یک مرحله بودن که اما کارشان به ضررشان نبود ولی خب پیش میرفت. به امو اساس ما همراهشان به تماس شدیم، از اینا مشکلاتشان پرسان کردیم و مشکلات اساسیشان ما از کابل شروع کردیم به دادخواهی. همراه ارگانهایی که زیر ربط و مربوطه است همراه از اینا به تماس شدیم و حتی همراه از اونا نشست ها داشتیم که و یک نمونش هم اتاقهای تجارت هست که همراهشان تفاهم نامه ما امضا کردیم، البته نهایی نشده ای امضای ما ولی خب در حال رایزنی هست، با وزارت کار و اجتماعی، وزارت زنان، وزارت تجارت و همطور آیسا بخش جوازنامه ها ما تفاهم نامه امضا کردیم که این مشکلات خانم ها بررسی شود، حل شود و این 560 شرکتی که خانم هایی که شرکت دارن اینا فعلا خوش هستن، چرا که اما مشکلات اساسیشون تا یک حدودی ما پیش بردیم که مشخصا در بخش جوازنامه ها اگر مشکل داشتن ما راهنماییشون کردیم، ما حتی سفر به ولایت ها داشتیم، بر از اونا آموزش هایی دادیم که چطور میتونن جوازنامه بگیرن، چطور میتونن تجارت خود پیش ببرن، حتی در قسمت قرضدهی، قرضهای کوچک ما نمیگیم، قرضهای متوسط یا بزرگ فعلا کار میکنیم که بر از اینها داده شوم. یعنی مشکل اساسی خانم‌ها بیشترم اگر در بخش جواز نباشه بیشتر در بخش قرض است. مشخصا اگر در مورد روز تجلیل از روز جهانی من برمیگردم. به همین خاطر ما تقریبا این روز دو سال میشه که برگزار میکنیم از طرف دفتر پیس رو بیزنس یا اما شبکه صلح، شبکه تجارت مایه صلح و همینطور دفتر لید که اتحادیه متشبثین زنان رهبر برای انکشاف افغانستان هست، یک انگیزه برای خانم ها میشه، چرا که زمانی که ما این را اعلان میکنیم و اپلیکیشنش را پر میکنن خانم ها، تمام مشخصات تجارت خود با اون میگن و این را خودشان نظر میتن که اینا در چه کتگوری قرار میگیره. این پروگرام که هست خانم ها این را نشان میده که مثلا اگر در عرصه مردانه تانستان بیزنس خود پیش ببرن اینا میاین در کتگوری قرار میگیرن، خانم هایی که بیشترین کارآفرینی را کردن اینا در کتگوری قرار میگیره و همینطور خانم هایی که ابتکار آوردن، یعنی یک انگیزه است، یک تشویق است که شکر خدا سال گذشته ما 5 خانم داشتیم که آمدن به این کاتگوری. مشخصا موثریت داره تجلیل. بله. و همینطور 5 خانم دیگر ما تقریبا آورد تشویقی برشان میدیم، به غیر از 5 خانمی که به رقابت میان 5 آورد دیگر به صورت تشویقی میدیم، خانمایی را که نمونه هستن، خانمایی که موفق هستن اونا رو ما برشان در کنار بحث تشویقی که شما در مورد صحبت کردین خانم جعفری، وزارت زنان هم صحبتاش شنیدیم، بله خانم وزیر هم صحبت های داشتن و از حمایتشان از زنان تجارت پیش از صحبت کردن. یک بحث انگیزه را که بگذاریم کنار و بحث تشویق را بگذاریم کنیم، کار عملی از حمایت زنان تجارت پیش از کسایی که وعده کردن در این راستا چی بوده؟ واقعا عملا کار کردن، حمایت کردن از زنان تجارت پیش در افغانستان؟ دفتر ملید فعلا همین کار انجام میده، تقریبا یک بازو شده برای خانم ها به صورت عموم، هر خانمی که مشکل داشته باشه مراجعه میکنه یا مشکل خودم میگه، ما تیمی هستیم که تقریبا 7 نفر برد دفتر لید هست، اعضای اجراییشان هست و همینطور 7 نفر برد مشورتی داریم که ما شخصا به صورت والنتیر کار میکنیم، اما زمانی که خانمی که مشکل داشته باشه ما به هر ارگانی که باشه مراجعه میکنیم، مشکلش حل میسازیم و اگر راهنمایی یا مشوره بخوایم حتما در قسمت مشخصا مشکلات عمده در کدام موارد هست که خانم ها تجارت پیشه دارن؟ بر شما گفتم در قسمت جواز اکثر خانم ها تجارت دارن، جواز ندارن و زمانی که برشون میگیم چرا جواز نداریم، میگه ما پروسه جواز دهی رو نمیفهمیم، پروسه مشکل است، تای مرحله کاری مشکل است برشون، یک تعداد خانمایی هست که مشکل تای مراحل
سر دارن یا بی سواد هستن و یا جرأت نمی کنن که برن. یک تعداد خانمایی هستن که مراحل پیش رفتن اما به دلیل مشکلاتی که تو زمان جوازگیری برشان پیش میاین استاپ میکنن کار. یا شاید مشکل اساسی از قسمت فساد اداری باشه در بخش ارگانهای مربوطه و یا شاید نیمی از او را ما در قسمت آگاهی نداشتن خانم ها در بخش جوازگیری باشه که این مشکلات باعث میشه که اینا نتونن برن جواز بگیرن. و یک مشکلات دیگه ایم که هست در قسمت مالی است. متاسفانه در فرهنگ کشور ما در افغانستان مشکلی است که هنوز جامعه مرد سالار است و خانم ها سرمایه‌ای را که به دست میارن یا همون زحمتی را که میکشن برای از او هیچ گونه قدری داده نمیشه، یعنی از نظر مالی اگر زحمت میکشن به خانه چیزی را تولید میکنن اون پیسه در جیب خانم نمیره، به جیب شوهرش میره و همین باعث میشه که او سرمایه‌ای که باید پس انداز داشته باشه و بخواد او را سرمایه گذاری کنه او از بین میره. و چیزی را که خانم های ما فعلا سرمایه دارن اما برایشان داده نمیشه ارث و میراث است. یک پیسه بسیار هنگفت یا یک سرمایه بسیار هنگفت از میراث است که برای خانم ها مانده میشه اما این برشون داده نمیشه. اگر میراث به یک خانم داده شه اون میتونه بسیار راحت سرمایه گذاری کنه. در کنار مشکلاتی که شما در صحبت کردین یک بخش عمده مشکلات زنان گفتین که گرفتن جواز هست. گزارش های اخیر که ما داشتیم آریانا نیوز داشتن، خیلی از خانمایی که ما با اونا مصاحبه انجام دادیم یکی از موارد جدیه که اونا مطرح کردن گفتن بسیار یک دید زن ستیزانه در بسیاری از ادارات در مقابل زنان وجود داره، حتی دید جنسی نسبت به زنان وجود داره که باعث میشه که خانم ها منصرف شون و ادامه کار و ادامه این پروسه را دوام نتن. شما هم چنین شکایت های از خانمایی که با اونا در تماس هستین داشتین یا خیر؟ بله متاسفانه این گپتون بسیار بجاست، واقعا می گپ رخ میده. خانمایی که اکثرا برای ما مراجعه میکنن و یا برای ما پیام روان میکنن مشکلشون از مشکلی است که به ارگان های مربوطه میرن هیچ گونه توجهی به یک خانم نمیکنن و یا حتی پیش آمدن میگن از خانمایی که در ولایت بودن میگن ما به ریاست های مربوطه که مربوط تجارت میشه وقتی میریم بر ما میگن که یک خانم چی به بیزنس تجارت، شما برین همون خانه خود اشتکداری و کار خانه خود کنین. یعنی تا حدی شده که این خانم ها شکایت کرده. من حتی قضیه یک خانم بر شما میگم که در ولایت بلخ بود، ما زمانی که رفته بودیم تقریبا دوسیه ها در زیر دستش، میگفت من نمیتونم همین جواز خود پیش ببرم کارش. گفتم چرا؟ گفت وقتی که میرم رای سعی را برم نشان نمیتن و سرم خنده میکنن که حال تو از سن تیر شده تو تجارت هم میخوایی چه کار، در صورتی که خانم بود که تقریبا اگر اشتباه نکنم 18 سال کار میکرده بخش تجارت، بخش زراعتی، اما تا به حال بدون جواز کار میکرده. بله. و حالی که میخواست جواز بگیره متاسفانه با این مشکلات برخورد داشته و ما همون باعث شد که ما و همکارای ما برای از اونا تقریبا کار دادخواهی رو انجام بدیم و همکار ما تانست کارهایش پیش ببره و شکر خدا فعلا جواز خود گرفت. سپاسگزارم. ای کاش که از وزارت تجارت هم مسئولش اشراق میکردن در برنامه و در این موارد پاسخهایی که مربوط این موارد بود به اونا جواب ارائه میکردن. خانم پوپل، شما به عنوان یک زن تجارت پیشه در یک فضای بسته مثل افغانستان، در یک فضای سنتی مثل افغانستان، واقعا فضا رو چگونه دیدین برای یک زن افغانی که میایه و همت میکنه و یک کار تجاری رو شروع میکنه؟ چقدر فضا برای شما مساعد است و چه دشواری و چالش های فراروی یک زن تجارت پیشه افغان است؟ با درود و سلام خدمت شما میهمانان عزیز و بیننده عزیز آریانا نیوز. به نظر شخصی بنده از آنجایی که در طی سالیان چند سال ما همراه جمع دیگه خواهرها کار میکنیم و تجارت های خرد بزرگ را پیش میبریم، واقعا در جامعه سنتی افغانستان کار بسا دشوار و مشکل، ناممکن نمیگیم چرا که هیچ کار ناممکن نیست، ممکن است، مبارزه کردیم، کار کردیم، زحمت کشیدیم و از این پس هم میکنیم، ولی بسیار مشکل است. تمام امو دشواری هایی را که خواهر ما پیشتر اشاره کردن نمیخوایم من دوباره بپردازم یا تکرار کنم. صد رای یک خانم تجارت پیشه واقعا در افغانستان میایه و با همه اونا همه تمام این مشکلات دست و پنجه نرم میکنه، کار میکنه، زحمت میکشه، تلاش میکنه تا ای که به مو هدفی که داره که بتونه بازوی برای خانواده خود شوه یا یک کاری را کرده باشه، کار اقتصادی را برای خانواده، فامیل و جامعه خود زحمت میکشه. مشخصا اگر روی عوامل صحبت بکنیم، عوامل چی است که
باعث میشه که مشکلات عمده سر راه زنان تجارت پیشه باشه؟ خب عوامل همی عوامل است. جامعه ما جامعه سنتی است. با گفتار نمیشه که ما قبول کنیم یا یکی که میشنویم از بزرگای خود یا ادارات زیر ابت جاهایی که همیشه با گفتار میگن که ما هیقدر زمینه ها را مساعد ساختیم، زمینه سازی میکنیم به خاطر کار کردن یا نقش دادن زنها تا یکی که زنها بتونن به حقوق خود در هر عرصه که باشه دسترسی داشته باشن و یا زنای تجارت پیشه. عوامل زیاد وجود داره. اما قسمی که خواهر ما اشاره در هر وزارتخانه، در هر ارگانی که وقتی که مراجعه میشه با دشواری ها و مشکلات مختلف اونا روبرو میشن و امروزه میبینیم که حتی با دونرا و کسایی که کمک کننده هستن اونا وقتی که میاین میخواین که کمک کنن واقعا ارگان ها یا بعض زنهای تجارت پیشه در عرصه تجارت های خرد و کوچک که اونا دارن کمک کنن، حمایت کنن تا ای که دستگیری شوه، ولی امونجا هم ما میبینیم که فساد وجود داره، کمک یا حق به حقدار نمیرسه، درست دستگیری نمیشه. من خودم از آدرس انجمن صحبت میکنم که حدوداً 4-5 سال است که ما فعالیت داریم، کار میکنیم و بیشتر خانمای زیاد از هر بخشایی که اونا کار میکنن دسترسی دارن، امرای ما راجستر هستن، اونا عضویت انجمن ما را دارن، کار میکنن و ما خود زمینه کار و تولیدات بر اونا فراهم میسازیم، انجمن ما فراهم میسازه تا ای که اونا بتونن در کسایی که خصوصا خانمایی که در خانه هستن محدودیت های برشان هست یا از طریق فامیل یا بعض نابسامانی های جامعه باعث میشه که اونا نمیتونن بیشتر در اجتماع در بیرون باشن، در خانه های خود کار میکنن، ولی ما زمینه مارکت و بازار و یار برشان مساعد میسازیم از طریق تیم کاری انجمن ما، از اونا کار ما میگیریم و به مارکت عرضه میکنیم. تکنیک صحبت هایی که شما در مورد مشکلات داشتین، روی عوامل صحبت کردین، اگر بخوایم یک راه حل برش بسنجیم، از دید شما راه حل چگونه میتونه باشه؟ کیها باید بیشتر در این راستا از خانما حمایت بکنن؟ اتاقای تجارت، وزارت زنان، وزارت تجارت، چقدر حمایت صورت گرفته و چقدر نیاز است که بیشتر در این مورد کارهای صورت بگیره؟ حمایت صورت گرفته، تا حال ما نباید چشم پوشی کنیم، کارهای صورت گرفته ولی کم رنگ بوده، از این بیشتر باید کارها صورت بگیره. برای خانما نباید ایده محدود خانما یا ای که انجمنا یا اینجوها به نام زنان تجارت پیشه همیشه مورد سپورت و حمایت قرار بگیرن، ولی جمع کثیر از خواهرای ما، خصوصا او خواهرای ما، از آدرس خواهرای میخواهم صحبت کنم که امرایشان سر کار دارم، اونا در خانه های خود خودشان عملا تولیدات دارن، کار میکنن، زحمت میکشن و انتظار ازیره دارن که از طریق زحمات و کار و تولید خود دستمزد یا آید خوب به دست بیارن. یعنی شخصا فکر میکنین که بیشتر اینجوها مورد توجه نهادها قرار بودن؟ اما طور فکر میکنم بله، یا اینجوها هم با روابطی که دارن، روابطی که ساخته شده با ارگانهای زیرب، اونمو خوبتر میتونن که سپورت یا حمایت چی دوناراره چی ارگانهای دولتی ما را داشته باشن، در نمایشگاه ها، در برنامه های مختلف، در هر جای ایده محدود به نام زنای تجارت پیشه و یا ای که زنان متشبه کیها هستن، از سوی کدام نهادها اینا حمایت میشن؟ خب نهادهای هست، شمار اندک یا بگویم انگشت شمار نهادهایی است که شاید روابط خوبتر داشته باشند. روی امی مسائل است که بیشتر تمرکز یا توجه به اونا صورت میگیره، ولی ای کاش خوب است، من فکر میکنم که توجه یا کار فراتر بزرگتر صورت بگیره از طریق ارگانهای زیربط و کسایی که کار میکنن تا همگی مستفید شوند، زمینه مساعد شوه و فراختر شوه به تمام خواهرای تجارت پیشه ما، اونایی که هنوز کارهای خرد و بزرگ دارن ولی دسترسی ندارن یا حتی نمیتونن، جرأتش ندارن، تا امروز جواز گرفتن نتونستن، فقط اونا اکتفا به می میکنن که تولیدات اندکی که دارن در خانه های خود میبرن به بعض دوکاکین، دوکانا یا تجارت پیشه های کلانتر دیگه که هستن، از اونا میگیرن ولی نام از اونا اصلا بردن نمیشه.
مشخصا حرفای شما متوجه وزارت امور زنان هست، متوجه اتاقهای تجارت که نمایندهشون اینجا هستن هست، وزارت تجارت، مشخص کیها هستن که از یک گروه از یک انجو اینا حمایت کردن و مشخصا پرداختن به این انجوها؟ خب ما مشخص نمیخوایم بگویم که مشخص کدام وزارت، ولی در کل همچو کارهای از طرف ارگانهای دولتی ما، وزارت امور زنان بگویم یا وزارت تجارت بگویم یا اتاقهای تجارت، آیسا که قبلا مستقل بود شده، من خودم شخصا با وجود که انجمن ما بعضی از خواهرایی که عضویت انجمن ما را داره اونا عضویت یا بگویم راجستر هستن بر در آیسا، ولی برنامه های آیسا وقتی که برگزار میشه، نمایشگاه هایی که از طرف آیسا را اندازی میشه، اصلا بی خبر هستن. چرا بی خبر هستن؟ در صورت که اونا راجستر هستن، اونا لسنس آیسا را دارن. پس به چی دلیل بسیار گروه های دیگه که هستن از برنامه ها مستفید میشن، اما اینا بار بار بر ما مراجعه کردن، گفتن و امی نارضایتی را نشان دادن که در صورت که یک برنامه وقتی از طریق یک ارگان دولتی، خواه اتاقای تجارت باشه، خواه آیسا باشه، از هر جایی که او ارائه میشه، پس همگی باید یکسان یک نو مستفید شوند از او برنامه. سپاسگزارم. البته حالا باید نگفته نباید گذاشت که آیسا هم با وزارت تجارت مدغم شده. ای کاش که از وزارت تجارت هم نمایندشون حضور پیدا میکردن و با پاسخهایی که شما داشتین جواب میدادن. وقفه کوتاه میگیریم، دوباره برمیگردیم. با ادامه برنامه نیمه خاموش خوش آمدین. آقای عطایی، صحبت ها رو شنیدین و بحث جدی که مطرح شد در این برنامه، بحث عدم حمایت است. حالا نگفته نباید که از وزارت تجارت هم در اینجا صحبت شد، از وزارت امور زنان هم صحبت شد و بخش عمدیش هم که برمیگرده به اتاقهای تجارت، بیشتر هم تاکید بر این بود که روابط باعث میشه که بسیاری از انجوها بیاین حمایت صورت بگیرن، ولی کسایی که واقعا در این راستا کار میکنن از اونها حمایت صورت نمیگیرن. چرا باید این گونه باشن؟ در ابتدا موضوعات را که خانم پوپال و همچنان خانم جعفری روی صحبت کردن واقعا بسیار اسفبار بود، یعنی چیزی بسیار دردناک. یک مقدار بسیار کلانش واقعاتی است که در متن جامعه و در ساختار ما میتونیم را لمس بکنیم. همه اتاق صنایع افغانستان به نوبه خود با توجه به پالیسی هایی که داره، پالیسی های بسیار منظم، شفاف، انعطاف پذیر، پالیسی هایی که عاری از تعویض است، پالیسی هایی که بیشتر اگر طرف ورزن هست بیشتر او تو ساحاتی را تماس میگیره که بیشتر آسیب پذیر باشه، مثلا خانم ها همیشه یک انعطاف پذیری برشان بوده. من پیشتر از فدراسیون صحبت کردم، یادم رفت که در مورد کمیته تخصصی زنان تجارت پیشه یاد بکنم. ما عملا کمیته تخصصی زنان تجارت پیشه را در اتاق داریم. یک بحث داریم است آقای عطایی که ما داریم. یک بحث اینا... است تطبیق چگونه باید شده؟ بدون شک اینا جلساتشان را میگیرن و مطابق به اونمو تصامیم بسیار کلان سازمانی که گرفته میشه اونا مکلف هستن نتایج را بعد سایر زنان اجارت بشه اینا شریک بکنن، ولی یکی نمی کنن. یک بحثی است که بدون شک باید پاسخ بدن، اما این طور ساختارها از قبل این طور یک زمینه ها مساعد شده که اینا سهم فعال داشته باشن زنا. اگر بحثی اینجوا را پیشتر مطرح کردن، بحث اینجوا هیچ ارتباطی به ما نمیگیره. اینجوا از خودشان مثلا یک قسمی که خواهر پیشتر اشاره کرد، یک بخش از زنان میرن و یک اینجو تماس میگیرن، یک پروپوزال تهیه میکنن و اونا عملا اونمو چند نفر این مورد حمایت میکنن. بعضی جمعی اتاق زره صنایع افغانستان در خدمت همه تجار است، تمام زنان تجارت پیشه. بدون شک ما پیشتر یک اشاره کردم، مشکلات بسیار زیاد است، مشکلات انبوهی از مشکلات زنان تجارت پیشه داره. کلی از این اتاق زره صنایع به تنهایی نمیتونه که جوابگو باشه، حل بکنه اینطور مشکلات را. یک بخش ارتباط میگیره با دولت. مثلا ما همیشه پیشنهاداتی که داشتیم با دولت در نشستهای ما، تمرکز ما در قسمت حل مسائل زنان خیلی عمده بود و اساسی بود. مثلا حتی من یادم میاد که روی طرح حتی کار کرده بودیم که به زنان اشارت پیشه اینا یک مقدار معافیت مالیاتی وضع بکنن دولت، یا در سایر بخش در قسمت برق شون که در فابریکه استفاده میکنن، یا در سایر مسائلی که ارتباط میگیره و ارتباط مستقیم میگیره و کار و بار تجارتشان و تاثیرگذار از بالای تجارتشان، یک مقدار مشکلات و یک مقدار
اونمو هزینه ها را از دوششان کمتر میشه تا کاهش بده. چقدر مفید بوده این کارهای شما، چقدر عملی شده و چقدر مثبت نگرفتیم. ولی بحث است که اتاق رسانه افغانستان یک نهاد اجرایی نیست، نهادی است که ما فقط پل هستیم بین دولت و سکتور خصوصی. پیام ها، مشکلات، جنجال ها. دلیل که جواب مثبت نگرفتین در چی بوده؟ مشکلات عمده در کجا هست؟ بس اینطور هم نبوده که ما با تمام مشکلاتی را که به اجتماع دولت رساندیم جواب مثبت نگرفتیم. بدون شک جواب مثبت گرفتیم. یک زمان بیشتر شکایت کردن که مثلا نمیتونن جواز بگیرن. همین به جرات ترین مثلا خدای نکرده ای تو زنی باشه که 50 60 70 80 سال سن داشته باشه و یک 20 سال میشه از کار و بارش، این میتونه با آسانی بره در ظرف یک روز جواز بگیره. خب جبری گفتن خیلی مشکلات وجود داره. دیدی که شما خبر داری در طریق رسانه اصلا وجود نداره. وان استاپ شاپ در جمعی اتاق سازمان صنایع افغان در جمعی وزارت شهر صنایع افغانستان ایجاد شد مرکز واحد جوازدهی، تمام جوازها از اونجا صادر میشن. بسیار با آسانی میتونن برن بگیرن. قبلا از وزارت تجارت جدا میگرفتن، از آیسا جدا میگرفتن، از دیگر نهادها جدا میگرفتن. حالا مستقیم جواز تجارت موقعیتش تعیین شده. مرکز جوازی با حساب برف های شما خیلی ساده است. یعنی بسیار ساده است. قبلا نبود. قبلا خیلی در حالی که مهمونایی که اینجا هستن میگن خیلی مشکل است برای یک زن که برای جواز بگیرن. من اینو براتون ضمانت میکنم. بسیار آسان از شخص جواز. شما قبلا بود. بدون شک 3 ماه پیش بود. یکونیم یا دو ماهش از افتتاحی مرکزی واحد جواز دی. خانم جعفری اجازه بدین صحبت های خانم جعفری بشه. من واقعا موافق هستم که گرفتن جواز برای یک خانم خیلی آسان است، آنچنانی که تعریفی که آقای عطوی ازش داشتن. البته من گپ از اینا را هیچ تایید نمی کنم، چرا که بسیار مشکلات خاص خود داره در قسمت جواز دهی، یکی در قسمت خانه پوری فرم هایشان. خانم هایی که میان اکثرا بی سواد هستن، یعنی کسی نیست در اونجا بر از اونا بگه که در این ساحر باید چی خانه پوری کنین. و مشکلات اساسی هست که نام همیشه اشتباه میشه، نمبر جواز اشتباه میشه، نمبری که برشان باید چی کنن بتن با او فرمی که پیش خودشان است. زمین تا آسمان تفاوت داره. در بسیار از چیزا پیش آمده، برنامه ها پیش آمده که خانم ها همی شکایت ها داشتن. یعنی نفر خاصی نیست که ببخشین، نفر خاصی نیست که اجازه بدید مگر نفر خاصی نیست که اونجا باشه راهنمایی کنه خانم ها را. خب همه متخصص نیستن، همه تحصیل کرده نیستن، شاید از طبقه ذکور بتونه بسیار راحت چی کنه، اما خانم ها همین مشکلات ها دارن. چرا که خانم های ما نو در این عرصه چند سال پا به عرصه تجارت ماندن، شاید به سابق بوده زمینه ها متفاوت بوده، اما در شرایط کنونی بسیار مشکلات هست. و همین جرأت تقریبا بعضی ارگان ها برای بعضی از خانم هایی که از ولایت است دادن که بیاین به عرصه تجارت کار کنن. پس خانمی که در قریه بسیار دور است در قسمت جواز دهی مشکل داره، بیاین برشان راهنمایی کنن، بسیار با رویه خوب تشویق کنن، که متاسفانه این گپ هیچ نیست. و یک گپ دیگه ای که من برای آقای عطایی میزنم در بخش اتاق های تجارت، من نمیخوام یک ارگان بکوبم، اما همیست که باید صدا را بشنون. اینا میگن که ما در بخش امتیازدهی بخش نقره‌ای داریم، طلایی داریم. ما از اینا جواب میخوایم که چه تعداد از خانم ها از این امتیازشان مستفید شده. البته انگوش شمار هست، یک چیز چشمگیری نیست نسبت به خانم هایی که ثبت شده به عنوان خانم های تجارت پیشه، که اینا میگن بالاتر از 1000 شرکت است. خب از 1000 شرکت چقدر تانستن بیان امتیاز بگیرن، یا امتیاز برشان دادن، تشویقشان کردن، یا ازشان خواستن؟ اینا رو برای ما بگوین. یا اینا میگن ما فدراسیون زنان تجارت پیشه رو اونجا جای دادیم، اما تا جایی که ما همراه خانم گلجان زمرایی در ارتباط هستیم، فقط جا بر از اینا دادن، اما هیچ گونه همکاری نکردن. آیا تانستن زمانی که فدراسیون بسیار بسیار سرپای استاد بود، خارج از سایه اتاقای تجارت بود کار میکرد، اما از زمان که آمده کارشان استاب شده، رو به رکود رفته. در کدام قسمت مثلا شما هم کاری مطالبه دارین؟ مثلا شما اگر میخواین در این جلسه هایتان یا نمایشگاه های خارجی تان از فدراسیون چه دادی خواست خانم ها که در اون نمایشگاه شرکت کنن، یا در بخش امتیازدهی، اما امتیازاتی را که برای خانم ها گفتین ما در نظر میگیریم که به این مشکلات برای آقایان اگر یک امتیازات بالاست برای ما امتیازات پایین تر. اما متاسفانه اینا فقط به گپ است، عمل نشده. چیزی را که ما همراه از اینا فعلا در ارتباط هستیم، چیزی که باید نظر خانمهای تجارت پیشه را جلب کنه یا مشکلشان را حل کنه، متاسفانه نه. شخصا پاسخ اتاقای تجارت اگر داشته باشه بخواهد. بله، بدون شک. خب من پیشتر گفتم شاید شکایت از آدرسی میاد که بسیار انگوش شما بسیار قلیل. اما این را نمیتونم تایید بکنم، به دلیل که اتاق یک نهاد شفاف و پاک سطره و تمام اونما اهداف کلان سازمانی را که دارد، به گونه ای که آری از تعبیض، تعصب، آری از
تمام مشکلات باشه. این تمام موارد فساد را شما رد میکنید. من یک مورد بدون شک. من روی موضوع مرکز جوازی. اما فکر نمیکنید که در هیچ اداره در افغانستان مشکلات وجود داره. اگر بیشتر نیست اما اندک وجود داره. من گفتم یک مقدار مشکلات هست. هم از جانب سکتور خصوصی یک مقدار مشکلات هست. و هم از جانب ادارات یک مقدار مشکلات هست. مرکز جوازی اینا گفتن یک کسی اونجا مسئول باید باشه برای اونا فرم خانه پر بکنه. حالا ما شما میخوایم تجارت بکنیم، در دنیای مدرن زندگی میکنیم، عصر جدید است، عصر امکانات است، عصر خیلی از مسائل دیگه است که مطابق به شرایط امروز تجارت ما باید ما عیار بکنیم، تجارت تخصصی داشته باشیم. من رد نمی کنم کلی عالی یک تعداد یک کشتی بزرگ از زنان من اجازه بدید من بس برای یک زنی که در ولایت است و سیستم جهانی بیا تجارت بکنه و کار بکنه حداقل میتونه امو ابتدایی ترین و چیزایی را که نیاز داره وسایل را که نیاز داره یک زنی که در قریه است، یک زنی که بیسواد است، چگونه میتونه که مستفید شود و چگونه میتونه که خود به معیارهای جهانی که شما صحبت میکنید باید تکان بخورن. فقط در باب جوازی بود گفتن کسی مسئول نیست. من از آدرس آیسا صحبت نمیکنم، آیسا حال مدغم شده اون بخش جوازی را کار میکنن. اونجا یک منشی باید بگیرن، حتما یک کسی با سواد در خانش هست، هیچ مسئله و هیچ مشکلی نیست. اما بحثی بروکرات بودن پروسه است، تعویل بودن پروسه است که ما کاهش دادیم. روی 13 اولویت ما کار کردیم، 21 اولویت ببخشید که یکی از اولویت ها که پیش از کنفرانس بروکسل باید تطبیق میشد موضوع مرکز جواز مرکزی واحد جواز دهی بود و ایره ما از شما شنیدیم که این موضوع رو با دولت مطرح کردیم. یکی از نمونه هایی است. ده ها صدا مشکلی که در باب قرارداد نویسی بود، ده ها صدا مشکلی که در باب مشکلات قوانین بود و کل از اینا پرداخته شده. امروز اگر یک مقدار زمین ها مساعد است، چی در عرصه سرمایه گذاری خارجی، چی در عرصه حمایت ها از تجار، چی زن چی مرد، کلش از بابت تلاش ها و مسائل کوتاه سلطنه افغانستان به خرج داده. میم سر فدراسیون، فدراسیون از زمانی که اونجا فعالیت میکنه یکی بحثی است که در زمان چی دستاوردهایی را داشت پیش از اینکه ما در اتاق سلطنه افغانستان برشان یک موقعیت معین را در اختیارشان بگذاریم. مطمئن هستم قبلا مشکلاتشون بیشتر بود، مجبور بودن کرای محل رو بپردازن، خیلی از مسائل دیگه امروز رایگان اونجا میشینن کار میکنن. میمونه مسئله نمایشگاه. من بیشتر گفتم بالاتر از 1000 شرکت است ولی فعال را اینا گفتن، احتمالش میره که 5-600 شرکت فعال باشن. همین تعداد شرکت های فعال ما نمیتونیم کل اجیر در یک نمایشگاهی که مثلا میزبان کشور میزبان از ما 15 نفر خواسته، ما 100 نفر تاجر زن اونجا بفرستیم به عنوان نمایش دهنده کالا. میاری وجود داره برای انتخاب این 15 نفر؟ بله. چه میارات باید داشته باشن؟ یکی از میارات این نیست که خوب به لحاظ رسمی جواز داشته باشن. یس باید حتما جواز داشته باشن چون ما زیر سوال میریم. اگر ما یک نهادی هستیم مستقل ولی به هر صورت در خیلی از جاها ما جوابگو هستیم، باید به دولت ما جواب داشته باشیم. ما نمیتونیم کارهایی بکنیم که مثلا لحاظ حقوقی بار حقوقی و اثار حقوقی یک بخش عمده جواز داشتن جواز یک بخش کلان جواز است، باید جواز داشته باشن. مثل که اینا پیشتر گفتن مشکل جواز زنای زیارت پیشه دارن، باید حل بکنن و بسیار به صورت سریع موضوع میشه حل بکنن. شما میتونین تماس بگیرین، ما مطمئن هستم شما از طریق رسانه خبر شدید موضوع افتتاح مرکزی واحد جواز دهی. یک چیز نمایشی نبود، من براتون قول میتونم در تمام دنیا هست ولی ما همونطور آوردیم. شما همونطور هم در کنار مشکلاتی که روش صحبت شد آقای دایی، برنامه دراز مدت اتاقای تجارت چی است برای رشد اقتصادی زنان؟ یعنی واقعا یک برنامه کلی و دراز مدت داره؟ بدون شک یک برنامه کلی و دراز مدت بزرگ اما مهمترین یا عمده‌ترین برنامه ایره که همیشه اتاق دنبال میکنه و از اولویت های اتاق است موضوع رساندن پیام مشکلات سکتور خصوصی، مشکلات سکتور خصوصی چه حد زمان مشخصا رسیدن پیام هست یا برنامه های کلی دیگه هم هست که زمینه خیلی از مسائل در فرع از قرار میگیره، برگزاری نمایشگاه ها هست، رسیدگی به خیلی از مشکلات دیگری ذاتی از اینا هستن که باید رسیدگی شود. مثلا ما یک موضوع را که میخواییم اینجا یاد بکنم، شما میتونید به عنوان شما به عنوان تاجر و شما به عنوان کسی که در لید فعالیت میکنین و تماس بسیار وسیع دارین با زنا، هر مشکلی که بود شما برین حداقل در اتاق را مطرح بکنید. حالا طور نمیشه ما هم بریم بگیم بیا شما مشکلتون بر ما بگین، ما اونجا ایجاد شدیم مشکلات شما رسیدگی بکنیم، شما حداقل مشکلاتتون رو مطرح بکنید، ما در خدمت قرار میگیریم. سپاسگزارم از شما خانم جعفری. مشکلات نیاز است که گفته شوه برای نهادهای مسئول دیگه. نهادها نباید دنبال زن تجارت پیشه بگردن تا که از اونا بپرسن که بیاین چی مشکل دارین. شما مشکلات در جریان گذاشتین که باید کار عملی در موردش صورت بگیره یا خیر منتظر هستین که نهادها بیان از شما بپرسن که چی مشکل دارین؟ بفرمایید، من این توقع رو نگفتم که توقع رو داریم که ما اینا پشت خانمای تجارت پیشه بگردن و مشکلاتشان رو حل کنن.
حداقل هم خانم هایی که مراجعه میکنن همونا رو برشان یک جواب مثبت بتن، مشکلات از اونا رو حل بکنن. اما ما از طریق دفتر خودمون، دفتر لید، امرای از اینا ما تقریبا شاید بیشتر از 4 ماه یا 5 ماه میشه که امرایشان به تماس هستیم که یک تفاهم نامه رو امضا کنیم که بتونیم امرای از اونا در ارتباط باشیم، مشکلات خانما رو مستقیما از یک آدرس خاص برسانیم برشان. اما متاسفانه تا به حال اجرا نشده. صحبت بکنید که چه مواردی در تفاهمنامه گنجانیده شده، چه سهولت هایی برای زن تجارت پیشه در این تفاهمنامه گنجانیده شده. در قسمتی است که خانما رو همکاری کنند، در قسمت بخش امتیازاتشان که امتیازات باید برای خانم ها در نظر بگیرن و با مشوره دفتر لید یا با کمک خواستن از دفتر لید در بخش نمایشگاه ها خانم های بسیار همونطور که اینا گفتن جواز داشته باشن یا معیارشان برابری کنه با نمایشگاه های خارجی، اونا رو برشان معرفی کنه، چرا که لید بسیار دستش باز است در این قسمت. اما متاسفانه بر اساس مشکلاتی اینا هنوز جواب مثبت ندادن. من میخوام یک موضوع مجدد بکنم. خیلی کوتاه اگر شروع بکنن خاطری. موضوع تفاهمنامه کاملا نهایی شده. من دیروز شخصا اینو نهایی کردم. یک سری از مشکلات داشت به لحاظ حقوقی و رسیدگی شد و امروز حتی من 2 تا پیام گرفتم که برای شما این موضوع رسانده شده و اونا گفتن از جانب شما برای ما گفتن که با هیئت مدیره را شریک می‌سازند. بعد از اینکه شریک ساختن با هیئت مدیره لید این موضوع رو اونا باز وقت تعیین می‌کنن چه وقت امضا بکنیم. خب بعد از اوقات تجارت هم گرفتین که تفاهم هم مراحلش پایانی است و جالب است که یک بحث جدی هم گرفتن که تا زمانی که یک نهاد شفاف نباشه، درست رسیدگی نکنه به مسائل، حداقل مو هدفی را که دارد درست و دقیق دنبال نکنه، هیچ نهاد خارجی یا همون نهادایی که خیلی نقش مهم دارن اونا با اونا هیچ وقت حاضر نیستن تفاهمنامه امضا بکنن. بدون شک و بسی بود که تفاهمنامه شده از وعده‌ها شما این بود که بیشتر با مشکلات خانم‌های تجارت پیشه رسیدگی میشه و جواز هم با مشکلاتی که دیگه وجود دارن نهادهای دیگه هستن که همکاری بکنن. خیلی کوتاه خیلی کوتاه. البته ببخشید یک سوال ما را اینا جواب ندادن که من می‌خواستم پرسان کنم چه تعدادی را اینا در بخش امتیاز هم و امتیازات نقره‌ای و طلاییشان چه تعداد از خانم‌ها از این امتیاز مستفید هستن، ثبت هستن پیششان؟ شخصا آمار هست آقایتی دست شما؟ یک مقدار بسیار، یک آمار بسیار محدود پیش ما هست، زیاد چشمگیر نیست. من مطمئن هستم که بالای 50-60 شاید پیش تجاوز نکنه از 50-60. بله بله ما فکر میکنم اگر همون صفرش شما پس کنید شاید همون 4-5 نفر باشه، زیاد نیستن. بالای 5000 عضو فعال داریم و من مطمئن هستم که از 50 هم بالاست. خب مشخصا آمار آقایت هایی گفتن در میان 50,000 شما گفتن؟ نه 5000 یا 6000 عضو فعال که هست 50 نفر تانستن که احتمالش میگه احتمال 50 نفر خانم ها هستن. مشخصا اما یک چیز دیگه هم هست در بخش صادرات، 2 تا دیتابیس هست، یک عضویت ها هست یک صادرات. در صادرات جداگانه داریم، در عضویت ها جداگانه داریم و اینا رو زمانی که جمع بکنین احتمالش میره که با تناسب مردم میشه 1% ارائه بکنین نقطه و زیر صفر هستن. و این یک موضوعی است که مثلا اصلا قضیه ای طور است، ما اونجا عضویت ها را تعیین کردیم و زنای تجارت پیشه باید خودشان مراجعه بکنن تا عضویت را بگیرن. یعنی مشکل در مردا خانم های تجارت پیشه هستن؟ بله. اما خانم جعفری میگن مشکل در خانم تجارت پیشه نیست، اینو اقدام میکنن کار وجود نداره. ما چرا عضویت برشان نمیدیم؟ ما در مقابل از وزینه میگیریم، ما حاضر هستیم که عضویت بتیم، ما خوشحالم میشیم عضویت بگیرن. پس خانم تجارت پیشه هستن خودشان مراجعه نمی کنن، بین مراجعه بکنن. اگر رو وقت ما رسیدگی نکرده سوال از خانم پوپل بپرسیم. خانم پوپل واقعا همین گونه از خود زنای تجارت پیشه دست روی دست میگذارن و واقعا مراجعه نمی کنن به نهادها که با مشکلاتشان رسیدگی شه و آنچه که واقعیت به او شروع میکنن؟ من فکر میکنم مراجعه میکنن، چرا، ولی تا جای مشکلات به خاطر گرفتن جواز و از طرف هستن کسایی که جواز گرفته ولی وقتی که بعدا از بعضی سهولت ها و برنامه‌های اونا مستفید نشن، خواه وزارت تجارت باشه خواه اتاقای تجارت و یا ای که آیسا قبلا جدا بود، بازی خودش یک مشکل کلان دیگه است که برای خانمای تجارت بشه. خب وقتی که اونا میرن هزینه میپردازن، جواز میگیرن، توقع امیره دارن که بعد از او بعد از جواز فعالیت‌های از اونا رونق پیدا کنه و از تمام خدمات و مزایایی که از همون ارگانی که اینا جواز گرفتن مستفید شون. من حیث یک خانم تجارت بشه بتونن که در هر برنامه شریک شوند، برنامه هایی که البته بتونن همون معیارهایی که تقاضا میشه یا ضرورت داره او را پوره کرده بتونن اونا سهم داده شوند. ولی در بعضی برنامه ها و گپا ما هم دیدیم خواهرای را این نقل حمایت هایی که صورت نگرفته یک انگیزه
پیدا نشده که دوباره خانم ها مراجعه بکنن مشکلشون در جریان دقیقاً همچون گپا بوده و ما هم سرکار داریم با همچون خانمایی که چون این ناامیدی یا کمکاری هایی را وقتی که دیدن روبرو شدن از این خاطر خودشان وقتی که چون این کمکاری هایی را یا نارسایی هایی را که دیدن از همین ارگان های زیربط باعث ازی شده که اونا همین تجارت های خرد و کوچکی که دارن کم رنگ شوه و ترجیح دادن به خانه باشن به یک کار دیگه مراجعه کنن تا ای که یک خانم تجارت بشه خوب موفق شوه و در افغانستان مصدر خدمت بتونن که خدمت کنن برای دیگه خواهرها. در کدار مشکلاتی که روی جواز صحبت کردیم و مشکلات دیگه که در برزنان تجارت بشه روی صحبت کردیم، یک بحثی که شما یک زن تجارت پیشه هستین و از در اقتصاد یا کار میکنین در افغانستان، من در بازار هستین، فکر میکنین که کدام بازار برای زن تجارت پیشه افغانستان واقعا مناسب هست که روی از او باید سرمایه گذاری بکنه، روی از او باید بیشتر کار بکنه تا مورد پذیرش جامعه باشن؟ ما فکر میکنم زنان تجارت پیشه افغانستان یا زنان افغانستان میتونن در هر عرصه هر فعالیتی که باشه اونا کار کرده میتونن. یک بحث توانستن است که بدون شک میتونن که در تمام بخش فعالیت داشته باشن، ولی یک بحث اجتماع، بحث دید سنتی هست، بر بخش دید مرسلانه هست، یعنی کدام بخش برای زنان افغانستان راحت تر است که بین روی بخش سرمایه گذاری بکنن تا بتونن این سرمایه گذاریشون رونق بدن؟ امروز وقتی ما میبینیم توجه بیشتر هم از طرف خود زنای تجارت پیشه افغان و هم از طرف ارگانای که مسئولیت دارن یا سپورت کردن کار کردن بیشتر در بخشای تولیدی، خصوصا همی صنایع دستی افغانی که ما فکر میکنیم که کار خود خانما هست، اینجا بیشتر تمرکزی صورت گرفته و گفتن که خواهرها میتونن که دمی عرصه کار کنن، تولید کنن و کار خود خانما هست و فکر میکنن کار صورت بگیره. ولی من فکر میکنم که کارهای زیربنایی دیمی عرصه هم صورت نگرفته. وقتی که خواهرای ما خانمای خانه یا خانمای بسوادی که در دور دست ها از مرکز کابل و یا در ولایات اونا زندگی میکنن، اونا اصل تولید وقتی اونا میکنن تا رسیدن به مرکز و یا به یک مرجع تولیدی یا به پیش یک خانم تجارت پیشه که حداقل یک دفتر داره نمایندگی میکنه، جواز گرفته از خانمای منطقه، وقتی کار تسلیم میشه او دوباره ضرورت داره، نیاز داره به اینکه کار استاندارد یا تولید خوب مطابق نیازمندی و معیارهای که توقع میره چی در مارکت های داخلی و چی در مارکت های بیرونی که از طریق نمایشگاه ها یا او را روان میکنه، باید به مو شکل او را تولید کنه و ارائه کنه تولید خود به مارکت و بازار. وقت کوتاست، اگر بخوایم جنبندی کلی ازش داشته باشیم، فکر میکنید که راه حل چی است؟ اولویت نهادهایی که مسئولیت دارن چی باید؟ خب من فکر میکنم که اولویت کار کردن یا اولویت دادن به ای است که کارهای زیربنایی صورت بگیره و همگانی باشه برای تمام خانمهای تجارت پیشه که کار میکنن. کارهای زیربنایی به این معنا که تنها با تولید کردن و یا تولیدات ایده محدود خانمهایی که کار دارن و با نمایشگاه های براندازی یک تعداد نمایشگاه های محدود نمیشه ما بگوییم که کار صورت گرفته برای زنای تجارت پیشه. چه کار زیربنایی باید صورت بگیره؟ باید مارکت های برای زنها ایجاد شود، برای زنها ایجاد شود که از طریق از او داشته باشن اونا فروشات و بتانن که لینک های برقرار کنن. در بسیاری از کشورها هست بازارهای زنانه، بله، ولی در افغانستان متاسفانه نیست و در چندین ولایت یا مرکز کابل یک تعداد دوکان هایی که شاید در باغ زنانه یا یگان جای بسیار محدودی که بر زنها در نظر میگیرن، همیشه بار گفته میشه و تاکید میشه که کار صورت گرفته و امور رفرنس میتن. ای کاش که بزرگتر از او، کلانتر از او با مارکت های بیرون در منطقه امی خانم های تجارت پیشه لینک پیدا کنن و این زمین اساسی را ارگان های زیربط یا ارگان های دولتی ما به بسیار خوب میتونه که برای زن های تجارت پیشه امی راه را باز کنه تا اینا لینک داشته باشن و تولیدات اینا رونق پیدا کنه و بتونن به بسیار خوبی به نحو احسنش هم برای خودشان و هم برای مملکتشان خدمت کنن، تولید کنن و از این طریق رنگی را در اقتصاد جامعه خود و فامیل خود آورده بتن. سپاسگزارم. خب امیدوار هستیم که کار از شعار بگذره و کارهای عملی برای زنان تجارت پیشه افغانستان صورت بگیره. از دمرو شما هم به برنامه امشب نمی خاموش سپاسگزاریم. شب بر همه شما خوش.